سلام دوستان. خب تو اینجا میخواییم نرم افزار مدیریت اطلاعات مستندات یا چکلیست، در واقع این هم به عنوان چکلیست میتونیم استفاده کنیم، هم به عنوان یک در واقع پایگاه داده ای از مستندات و اطلاعات مستندات ما میتونیم استفاده کنیم. خب توی این نرم افزار که بر اساس اکسل توسعه داده شده، اولین کاری که باید بکنید وقتی که باز میکنید یه ریبان زرد رنگ ممکنه ببینین که این به خاطر در واقع دانلودی هست که انجام دادین و میگه پروتکت هستش و بعد اونو اینیبل کنید. و بعد دوباره ریبون زرد رنگ میادش که در واقع میگه این فایل حاوی ماکرو هستش، چون بر اساس زبان VBA توسعه داده شده نیاز هست اون رو هم اینیبل کنید. خب ما اینجا در واقع نرم افزار رو بر اساس مدیریت مستندات پرسنل توسعه دادیم، ولی خب فقط برای پرسنل میتونه استفاده نشه و برای مثلا حتی موجودی انبارتون میخواین اطلاعات در واقع کالاهای خودتون رو داشته باشین و توی یک جدولی ذخیره کنین مثل این، میتونین از این استفاده کنین. خب قبل از شروعش توجه داشته باشین که این جدولی از متغیر که بر اساس ستون‌هایی که تو اینجا تعریف شده در واقع کار میکنه. شما اینجا شماره پرسنلی و شماره ملی شخص باید حتما وجود داشته باشه. اگر برای کالا دارین استفاده میکنین میتونین این رو تغییر بدین به در واقع آیدی کالا و این رو هم تغییر بدین مثلا دوباره یا با آیدی یا به یک چیزی که باید یکتا باشه. این دوتا نیاز هست باید یکتا باشن. البته اگه کالا داشته باشه میتونین از این چشم پوشی کنین، ولی دلیت نکنین. هر چیزی که تو اینجا وجود داره، تو این قسمت وجود داره رو دلیت نکنین. تغییر نام میتونین بدین، مثلا به جای نام میتونین نام کالا رو بذارین و به جای مشخصات فیزیکیش رو بذارین. خب اما تو این قسمت میتونین تغییرات داشته باشین، میتونین یه دیتایی رو پاک کنین، دلیت کنین یا یه دونه بهش اضافه کنین، مثلا شماره ضروری که وجود داشتش. خب تا اینا هر چقدر که دوست داشته باشین میتونین وارد کنین. وقتی که اطلاعاتتون رو بر اساس چیزی که میخواستین تغییر دادین، مثلا یه جای نام پدر نمیخواین داشته باشین، به جاش مثلا یه چیز دیگه استفاده کنین، ولی دلیت نکنین، حداقل خالی بذارینش. توی این قسمت هم در واقع میتونین هر چیزی که خواستین پاک یا اضافه کنین یا اصلا هیچی وجود نداشته باشه. تمام اینا مستقیم در سرستون قرار میگیره، یعنی اگر یه چیزی اضافه بشه میاد انتهای اون اضافه میشه و اگر یه چیزی کم بشه خب از این جدول دلیت میشه. تنها چیزی که نباید تغییر پیدا بکنه در واقع شماره پرسنل است، البته عنوانش میتونه تغییر بکنه و هیچی هم تو اینجا دلیت نباید بشه. تمام اینا رو لازم داره که تو این جدول پیش فرض این ستون ها باید قرار داده بشه، ولی اینها متغیر میتونه باشه. خب وقتی که اینا رو اضافه کردین یه بروزرسانی جدول رو اگر بزنین، اینجا دان رو میزنه، میاد اینا میاد به سر ستون ها اضافه میشه و کم میشه و جدول ما رو درست میکنه. این جدول اینجا اگر توجه کنید به ازای هر یه دونه از اینایی که وارد میکنید دو تا ستون میسازه، یه دونه در واقع وضعیتش هستش که عنوان مدرک رو اسمش رو میذاره و یه دونه هم توضیحات اون در واقع هستش اومده. مثلا اگه کپی کارت ملی رو نگاه کنید اینجا، خب یه دونه کپی کارت ملی داریم که یا دارد یا ندارد، یه دونه هم نوت داریم در خصوص این کپی کارت ملی و کپی شناسنامه و هر چی از اونها هستش دو تا اضافه می‌کنی، یه دونه واسه در واقع اینکه وضعیت مدرک رو بدونیم داره یا نداره، یه دونه هم واسه اینکه هر توضیحاتی که دوست داشتین رو در خصوص اون بنویسین، قرار شده بعدم بیاره اسکنش بارگذاری شده، نیاز داره اسکن بارگذاری بشه، هر نوتی که دوست داشته باشی. توی اینجا فقط دو تا لغت میتونیم بزنیم، دارد یا ندارد. اگر نیاز داشته باشی، این به خاطر اینکه خطای انسانی رو کم بکنیم در خصوص یه پرسنلی که داریم اضافه میکنیم، و اگر لازم باشه که
در واقع اینها به غیر از دارد و ندارد اطلاعات دیگه ای باشه، کافیه اینها رو سلکت بکنین، بیاین تو تب دیتا، برین تو قسمت دیتا ولیدیشن، این رو بزنین و بعد این رو انی ولیو کنین. در حال حاضر دو تا ولیو داره، اگر خواستیم ولیو دیگه ای بهش اضافه کنین کافیه ویرگول بذارین، ویرگول انگلیسی، و بعد لغتتون رو بنویسین. خب نزدیک. بعد به راحتی میتونین اطلاعات خودتون رو وارد کنین. اینجا من چند تا مثال اطلاعاتی زدم که همین به صورت رندوم هستش. اگر خواستین مثلا یه شخص جدیدی رو اضافه کنین، مثلا شماره پرسنلی 10 الان در حال حاضر وجود ببخشید اینجا داشتم میزدم، شماره پرسنلی 10 در حال حاضر اینجا وجود نباید داشته باشه، واسه اینکه اطمینان پیدا بکنم میتونم مشاهده اطلاعات بزنم که میگه در واقع هیچ تغییری اینجا ایجاد نمی کنه و وجود نداره. وقتی که تغییر نکرد میبینیم. خب شماره 10 رو من یه نکته، وقتی که مشاهده اطلاعات رو بزنین بر اساس شماره پرسنلی سرچ میکنه، اگر وجود نداشته باشه بر اساس ملی سرچ میکنه. مثلا من اینجا 10 رو مشاهده اطلاعات زدم، اینم باید خالی بذارم، مشاهده اطلاعات رو بذاریم، اون وقت دیگه تغییری اینجا نمیبینیم، چون اونجا دیدین که شماره پرسنلی رو به 3 تغییر داد. خب این شخص جدید، مثلا من اسم خودم رو میخوام وارد کنم، آرمین کشاورزی، اطلاعات رو اینجا راحت میتونیم بزنیم، حالا شماره ملی یه چیزی، شماره شناسنامه هم همینطور، تاریخ تولد، تاریخ تولدم هر عددی خواستیم میتونین وارد کنین، هیچ در واقع دیتا ولیدیشن واسش قرار نگرفته شده، ولی اگر خواستیم واقعا وارد کنیم، مثلا تاریخ امروز رو وارد کنم 05/21، بعد به این صورت وارد کنیم، ولی چون ممکنه این تاریخ تولد رو تغییر بدیم به یه چیز دیگه اصلا تاریخ نباشه، اینجا واسهش دیتا ولیدیشن قرار ندادیم. خب اطلاعات رو وارد میکنیم حالا به هر صورتی که هست، بعد میایم اینجا مثلا کپی کارت ملی رو گرفتیم یا نگرفتیم، مثلا حالا نمیخوام زیاد تغییرات بدم، اینا دارد، مثلا مدرک تحصیلی ارائه شد، ارائه و اسکن شده، مثلا نوت میخوام واسه خودم بذارم، عکس دارد، بارگذاری شده بر فرض مثال در پورتال، مدرک پزشکی مثلا ندارد، مقرر شد تا آخر امسال ارائه شود، هر نوتی که لازم باشه، مثلا دارد، شماره ضروری مثلا دارد، یه عددی میتونیم اینجا وارد کنیم. ببینید چون اینجا هر چیزی میتونیم بذاریم، صفر اولش نمیتونیم بذاریم چون تکست نیستش، صفر رو میپرونه، ولی خب واسه شماره اینا اگر صفر لازم داشتین کافی بیاین توی هوم، توی این قسمت جنرال رو به تکست تبدیل کنیم که صفر اولش بتونیم، بعد دوباره بعد از اول بنویسیم بذاریم. خب اطلاعات بر فرض وارد شد، من ثبت پرسنل جدید میکنم، این یک پرسنلی جدید رو، یک شخص جدید رو میاد توی این جدول اضافه میکنه با اطلاعاتی که در واقع داشتش. اینجا توجه کنیم وسط کارتون میتونین جداول رو اضافه کنین یا کم بکنین، ولی حواستون باشه که جدول خالی، مثلا اگر من یه دونه اضافه کنم اینجا شماره ضروری 2 واسه مثلا این شخص، من مینویسم مثلا دارد و مثلا حالا یه نوتی مینویسم به روز رسانی جدول رو هم انجام بدم، اطلاعاتی اینجا ثبت نمیشه، فقط جدول من افزایش پیدا میکنه. میبینین که فقط جدول افزایش پیدا کردش، خب حتی واسه آرمین کشاورزی اضافه نشد. و ازای هر شخص باید دوباره بیاین به روز رسانی اطلاعات کنیم، مثلا من اینجا به روز رسانی اطلاعات کنم واسه این شخص شماره پرسنلی 10، توی اینجا میبینین که اطلاعاتش وارد شده و قرار داده شده. خب مشاهده اطلاعات رو اگر بخوایم بزنیم، مثلا شماره پرسنلی 3 رو من بخوام بزنم اینجا مشاهده اطلاعات کنم، میبینیم که اطلاعات اون شخص رو میاره واسه من و بعد دوباره میتونم مثلا اطلاعاتش رو تغییرات بدم، مثلا دارد همه رو میذارم، مثلا همش رو یه نوت میذارم که بتونیم ببینیم. خب وقتی که این کار کردیم به روز رسانی اطلاعات میکنیم، بعد میتونیم بیایم اینجا ببینیم که اطلاعات اون شخص اینجا به روز رسانی شده.
خب دیگه بقیه چیز خاصی نداره، یه دونه پاکسازی فرم. خب اطلاعات اینجا رو پاک میکنه و میتونین از اول اطلاعات رو وارد کنین. بعد مشاهده اطلاعات رو فقط باید در نظر داشته باشین. اگر من اینجا بر فرض شماره پرسنلی 10 رو بزنم و مشاهده اطلاعات رو بزنم، خب میاره. اما اگر اینجا من شماره پرسنلی 3 رو بزنم و این شماره ملی رو تغییر ندم و مشاهده اطلاعات رو بزنم، نمیتونه بیاره. پس لازمه که این دوتا کامل بشن یا حداقل یکیش پاک باشه و بر اساس اون بزنیم. یعنی این 3 رو زدیم، این رو باید پاک کنیم و بعد شماره مشاهده اطلاعات رو بزنیم. این حذف اطلاعات، بر فرض من اینجا یه شماره 3 رو دارم، به روز رسان مشاهده اطلاعات رو میزنم باسش، میخوام حذف بکنم این شخص رو. حذف اطلاعات رو اگر بزنم، این شخص دیگر وجود نداره، میبینیم که کوچیک شد و اون اطلاعات دیگه نیست و میتونم حالا دوباره ثبت پرسن اطلاعات جدید کنم که اطلاعات اون شخص رو اینجا واسه من میاره، این انتها قرار میده. خب اگر تکراری باشه و بخوایم بزنیم، میگه این پرسونال نمبر وجود داره. اگر این شماره ملی هم تکراری باشه، مثلا من اینجا 12 رو بهش بدم و ثبت اطلاعات کنم، دوباره میگه این پرسونال آیدی وجود داره، این شماره ملی وجود داره و نمیتونین یه شخص یکتا رو دوبار ثبت کنین، اطلاعاتش رو میتونین ادیت کنین. خب دو تا دیگه دکمه مونده، یکی حذف کل اطلاعات هست، یکی ذخیره سازی کل اطلاعات. اگه ذخیره سازی رو بزنیم، مثلا من دسکتاپمو انتخاب میکنم، اوکی که میکنم، یه فولدری رو بعد انتخاب بکنیم، میگه سیو شد. و اگر بیاین توی دسکتاپ، میبینیم که به تاریخ در واقع امروز یه دونه اکسل با اون جدول اطلاعاتی رو واسه من ثبت کرده. خب یعنی یه دونه ایجاد کرده و من میتونم از اطلاعاتم یه دونه بکاپ بگیرم. حذف کل اطلاعاتم که میاد کل این رو حذف میکنه و یک جدول تمیز و بدون اطلاعات رو میده. پس دفعه اول باید کل اطلاعات رو حذف بکنیم و بعد شروع بکنیم به استفاده. خب یه نکته دیگه ای که میمونه واسه گزارش گیری اینا، چون در واقع این جدول متغیر بودش، من نمیتونستم گزارش گیری پیش آماده ای رو واسهتون ارائه بدم. ولی خب اکسل و شما میتونین حتی یه دونه شیت دیگه درست کنین، جدول مثلا پیوت تیبل واسهش بندازین و هر کار دیگه خواستین بکنین. و اگر خواستین مثلا اینجا میتونین بر اساس افرادی که اینجا مثلا مدرک تحصیلی رو ارائه دادن یا ندادن، فیلتر رو انجام بدین. مثلا اینجا دارد باشد، حتی ادیت رو هم راحت میتونین از اینجا انجام بدین، مشکلی ندارم. اینجا مثلا میخوام افرادی که دارد رو ببینم، میتونم فیلتر کنم رو افرادی که دارد، فهم یعنی که فیلتر کنم روی افرادی که ندارن، اونایی که ندارن و تیک بخوره و اونا رو ببینم، و کلیر رو میتونم بکنم همه رو ببینم. پس اینجا به راحتی میتونین افراد رو فیلتر کنین و اطلاعات رو، کسایی که مثلا بعضی از مستندات رو آوردن یا نیاوردن رو مشاهده کنین. خب ممنونم از توجهی که داشتین، امیدوارم نرم افزار کمک کنه بهتون در کاری که انجام میدین.